Pessoas. Deus é o Senhor. بعد از اون چند ماه هست که من میگم روبرت جان یه کلمه کوچیک بیا درباره من قسمت اصل قسمت مالی کلیسا هستم خب یه کلمه کوچیک بیا کنم واسه قسمت مالی دعیت دادن من گفتم چشم عقا من داختم ولی خب من خیلی که وقتشم چون واقعا درباره دعیت هم سده یکم مسئله سختیه بعد من رو باز بشه من باره حرف زدیم ولی خب امروز شانستون من از اونجا که میدونم من تون درف میزنم کلمه هم خیلی کوتاه است بسید تموم میشه نسته من تصمیم گرفتم این کلمه رو بگم چون واقعا اگه تعلیم ندیم در برای دریکش به نظر من شما برای داری برکت از شما میگیم باسه همین خواهشم از خدا اینه که وقت دارم کلمه میکنم روح القدس مسئله باسه شما باز کنیم بارها درباره این در یک حرف زدیم سال قبل همه موقع بود برادر اکبر خیلی موعظه قشنگ درباره دعیت کرد که واقعا اگه دعیت ندیم در واقع کتاب مقدس میگه داریم دزدی میکنیم این واقعا اگه همه چیز ما مال خدا است و خدا میگه در درصد رو به من برگردونیم اگه بر نمیگردونیم در واقع داریم دزدی میکنیم این کلامی که برادر اکبر گفت من چند نفر بعد موعظه من گفتن که خیلی سخت بود ولی خب کتاب مقدس داریم اگه شما با کتاب مقدس اگه ما با کتاب مقدس مسئله داریم کتاب مقدس درست ما اشتباه است برام که دوباره وقتی دعا کردم گفتم که خدا به ما گفته که فقط در قسمت مالی که میتونم امتحانش کنم ولی خب من این دوباره این دو موضوع نمیخوام حرف بزنم امیدوارم موضوع دیگه یه جور دیگه واسه توضیح بدم که امیدوارم بهتر باز بشه واسهتون تو کتاب توحید جدید اگه همون وقت که مسیح درباره بهش حرف زد و درباره جهنم حرف زد دوتاش رو هم بزنیم مسیح درباره پول بیشتر حرف زد یعنی در مورد پول بیشتر از جهنم و بهش حرف زده منم درباره فکر کنم که چرا باید اینجور باشه چقدر مسیح درباره پول اینقدر باید حرف بزنه چون خداست از قبل با خبره ما هم میدونیم هممون پول رو دوست داریم مسئله مالی داریم پس با قبل با خبر بود پس همین اینقدر درباره پول حرف زد چون خودش میدونست که ما هر چقدر درآمد داشته باشیم هممون مسئله مالی داریم من اینو میگم واسه اونایی که فکر میکنن حالا من دقیق نمیدونم حالا کار پیدا میکنم سال بعد درآمد رفت بالا حتما دقیق میدونم سال بعد درآمد رفت بالا اون وقت مسئله مالی داریم اگر هممون بد نداره چقدر درآمد داشته باشیم میریم ماه آخر ما میخوایم بیلمون رو بنویسیم همیشه پول واسه دقیق کم داریم حالا اگه درآمد 1000 دلار باشه 10000 دلار باشه مخصوصا تو آمریکا همیشه پول کم هست پس مسئله دقیقاً یه چیز منطقی است که نیست که بگم درآمد میره بالا حتما میشه من داشتم موعظه گوش میکردم یه واعظ آمریکایی دیگه بود میگفت یه نفر شده دقیق دادن دقیقش 1000 دلار شد بعد شد 10000 دلار بعد وقت دقیقش که شد 100000 دلار دیگه شروع که دقیق دادن ندادن منم کشیش ازش پرسید چرا دقیق نمیدی گفت من 100000 دلار اکانت فورد نمیتونم بدم حالا کشه ماش دلو شوخی کردم گفت فقط دعا کنم درآمدت بیاد پایین که دعیت بده واقعا اینجور است چون آدم فکر میکنه با 100000 دلار خیلی کار بیشتر میشه کرد واسه من یکم زور دارم دعیت دادن دادن واسه من خواستم بگم اصلا به چقدر درآمد ربطی نداره اول کتاب شاهان بخونی اول پادشاهان که الیا میره به بیوزن که هیچی نداشت گفت اون دیگه زر و نون و رقعه تو به من بده اگه بیوزنه واقعا منطقی فریکات بود دیوونه من آخرین کلام هم بچه هم مال بچه هم مال خود هم ولی خب داد چون ایمان داشت به خدا همونطور که گفت نونو روغنش کم نمیشه آردش کم نمیشه خیلی شاید بگم که مثلا دقیقه شاید شرعیت هم ولی خب عزیزم به شما بگم که اسماعیل 500 سال قبل اینکه موسی قلب شریعت بیاد دریکش رو به مرکزی تک داد و حتی کتاب مقدس با مدرسه میکنه و حتی تو عهد جدید هم درباره دریک نوشته شده هست من نمیدونم مسیح چند تا باید تو عهد جدید گفته یعنی به یک باید هم میدونه که گفته بعد تولد تازه پیدا کنیم و دوم باید درباره دریک یادنه خود گفت میکنم متی 23:23 بخونیم یکی از باید عیسی مسیح گفته باید دریک بینیم ما اصلا نمیتون چونه بزنم این که بگیم شرعیت اینه اونه خود عیسی مسیح گفته اما من درمانش فکر کردم گفتم چرا عیسی مسیح باید بگی باید دعیه که بدین چون همه چیز مال خداست پول خدا پول ما رو لازم نداره میدونی
ما به خدا به مهنت میبخشن، مهنت دقیقه ما رو نمیدن. با چرا اینقدر پافشار میکنه دقیق کنن؟ چون میدونم همه جا که اول گفتم فکر کنم نقطه ضعف همه مونه. میخواد با این باید گفتن من فکر میکنم برکت رو به ما بده، بله داره با امتحان میکنه. من فکر میکنم باید دقیق کنن رابطه با خدا بهتر میشه. چون کتاب مقدس یه باید دیگه هم که داره بخشیدنه. بخشیدن یکم آسان‌تره به نظر من. میتونه دعا کننده واسه دشمناش ببخشه، ولی دقیق دادن چون خرج داره یکم به نظر من سخته. اینه ما قیسه مثلا اما گفته گذاشته رو نقطه ضعف ما بگو میگه دقیق رو بدیم چون داره واقعا ما داره تست میکنه، نه که به پول ما لازم داره، واقعا تست ما که چقدر فوکوس ما رو چیه، تمرکز ما رو این زمین یا تمرکز ما رو زندگی بعدیمونه. چون اگه تمرکز ما که خونه بزرگتر داشته باشیم، ماشین بهتر داشته باشیم، هیچ وقت واسه دقیق دادن پول نداریم. اگه واقعا ایمان داشته باشم که این دقیقی که الان میدم اگه خدا رو اطاعت کنم میرم اون دنیا جایزه رو صد برابر بیشتر میگیرم، اگه به اون دنیا اعتماد داریم دقیق میدیم. مثلا من فکر کنم همون با دقیق دادن دائم رابطه با خدا بهتر میکنیم. یکم اگه دقیق تر فکر کنم میکنم با دقیق دادن یکم شبیه خدا میشیم، چون خدای ما بخشنده است. آمین. من میگم بخشیدن خیلی لذتش بیشتر دریافت کردنه. از اگه خدای ما واقعا داره میبخشه چون خودش رو داد روی زمین، بس ما با دریافتن یکم از پولمون داریم میدیم، یکم شبیه خدا داریم میشیم، یکم بخشنده میشیم. شاید بهتر باشه که بتونیم ببخشیم مردم رو دریافت کردن، بدونیم که بدونیم پول چه جوری خرج میشه. چون میگم خدا داره میبخشه میده به کلیسا، این بخشیدن ما رو عوض میکنه، این ما داره ما که عوض میکنه ما رو. آمین. اما چون گفتم این تنها چیز رو عیسی مسیح گفت که انجامتون رو اون واسه اون دنیا جمع کنه، که جمعون جنگنجم رو اینجا جمع کنین، دوزن میدوزن. حالا باید دقیق دادن اگه ایمان داریم که گنج رو جمع میکنه واسه زندگی بعدیمون واقعا لازمه. من هم یه چند مورد در باید کلیسا من در مرفع زنم، چون معمولا تو کلیسا امریکایی 20% مردم دقیق میدن، تو کلیسای ما 10% مردم دقیق میدن، یعنی در واقع کمتر از 10 نفر دارن دقیق میدن. اونایی که دقیق میدن دقیق نمیدن. من میدونم خودم که 15% میدن، 20% میدن. من خیلی اینجا فکر میکنم که من دارم بیشتر دقیق میدن، ولی بگم از این 4 نفر دیگه هم هستن که بیشتر از من دارن دقیق میدن. من خواهر میشناسم که پول اول دقیقش میده، بعد پول ماشینش میده، لیست ماشینش میده. من دقیق دیگه میشناسم درآمدش رو کم، اگه 10 دلار میده من نمیدونم 10 دلار 20% 20% دقیقش هم نیست. ما بقیه واسه هستن که خود با من پشت کلیسا وایسادن ساپورت دارن میکنن. چون کلیسا ما دو تا ستون خدمت داریم، یکی این کلیساست، یکی قسمت تلویزیونی. یه امر بزرگ که عیسی مسیح به ما گفته اینه که باید خبر نجات رو به همه برسونه. اگه واقعا فیسبوک هست و اینترنت هست و ساتلایت هست، این امر رو داریم که این خبر خوب به هموطن برسونیم. این هم خیلی کار مهمیه. اما متاسفانه دو تا ساپورت ما که همون 15% درآمد همشون میدادن که تلویزیون ساپورت کردن الان با ما نیستن دیگه، که کلیسا نیستن. واسه این ما خرج این تلویزیون رو نداریم. اگه فقط خرج کلیسا است ما خدا رو شکر میتونیم، ولی واسه این تلویزیون که میتونیم میخوایم خبر خوش رو به همه برسونیم نداریم. من واقعا وقتی اگه برنامه بعد از اون نگاه کنیم، وقتی مردم زنگ بزنن و بهشون خوب بحثی میدم، واقعا بزرگترین کاری که فکر میکنم ما میتونیم تو این دنیا بکنیم، نه که با دقیق دادن دعا کردن، نه واقعا بتونیم. اگه ارزش یه انسان چقدر، ارزش ابدی انسان نمیشه روش قیمت گذاشت. اگه شما به این عیسی مسیح باخته همون عیسی مسیح رو خواهیم دید. من اگه بتونیم به عیسی مسیح میگه من تو این زندگی 700-800 سال بعد از 200 سال که اینجا زندگی کردم تونستم یه روح یه نفر نجات بدم، این پرایسلسه، قیمت نداره. آمین. واقعا این باید افنان این کارا که اونایی که واقعا ساپورت دارن میکنن باید بهشون افتخار کنه که چقدر چیزای خوب میتونن بهشون پیش مگی به واسه بگن که ما ساپورت کنیم، بشارت دادیم تو اسم روحا رو نجات بدیم. چون فقط کاری که خدا واسه از ما میخواست اینه که روح مردم رو نجات بدیم. این مهمترین چیزه. دست مردم رو شیطان بگیریم بدیم دست مسیح. این مهمترین کاری که ما میتونیم تو این دنیا بکنیم. مهمتر از چیزی نیست به نظر من، مردم نجات دادن. عیسی مسیح واسه همین رو زمین اومد که ما رو نجات بده. این فنده تنها فوکوس کار بزرگ من عیسی مسیح هست. آمین. آره میگم واقعا اینم
کلم حرف آخر رو میگم میگم خیلی کلمه کوچیکی بود. من ایمان داریم، من برای کلیسا برقراس ایمان داریم که ما جای درست وایستانیم. این واقعا این برنامه تلویزیونی کاری که باید بشه. واسه من ازتون خواهش میکنم اگر تو قلبتون هست، اگر به حساب میکنم نمیدونیم میتونم بدم، اگه میتونه ساپورت کنه ساپورت کنه، و اگه نه یه نفر دیگه پیدا میشه ساپورت رو میکنه، چون ما درست باشه خدا یه نفر میفرسته که باره ساپورت کنه برای که اون نفر باشه. من دارم حیف هم میده چرا برکت به ارزش تو کلیس همون نرسه، چون یه نفر آمریکایی پیدا بشه که چک بزرگ هم میده برکت به اون میرسه، خواهر ارزش برکت برکت ارزش هست میده. خدا همه چون که گفت هیچ وقت خادم خودش رو فراموش نمیکنه. من اگه حالا من دفعه شده یه دفعه دیگه هم تون درباره شاید دقیق رو میدم که واقعا دقیق خدا امتحان میکنیم، یعنی جدی میگم، یعنی چیز منطقی نیست که بگیم با منطق میشه مسئله حل کرد، چون فقط امید خدا میمنم خدایا من اگه این $100 بگم دوست اگه منطقی هم فکر کنه، اگه دقیقتون $100 و نمیدین شما فکر میکنید باید $100 کار بیشتر میتونید بکنید تا این $100 بدید خدا بازتون کار بیشتر بکنه. اگه فکر میکنید قوتتون از خدا بیشتر پول رو نگه داره، ولی اگه ایمان داری خدا قادر ما به $100 میتونه کار خیلی بزرگ بکنه، اگه منطقی هم فکر کنید باید به خدا بدید. آمین. خیلی ممنون که وقتتون گرفتم. God bless you.